این هفته در تعقیب ویروس کرونا، گروهی که تلاش میکنن از سر بگذرونیمش و کمک به کودکانی که آسم دارن. I'm here to talk to you about asthma. در این روزا که کرونا همه دنیا رو گرفته، مهمترین نکته برای متوقف کردن ویروس اینه که بدونی دقیقاً کجاست. We have a simple message for all countries. Test, test, test. بعضی کشورها در این حوزه خیلی موفق بودند. مثلا کره جنوبی که ایستگاه‌های سیار آزمایش 10 دقیقه‌ای را انداخت و بعضی‌ها ازش الگو برداری کردند. اما بسیاری از کشورها نتونستند به طور گسترده آزمایش انجام بدن. مثلا بریتانیا اون اوائل تعداد آزمایشش خیلی معدود بود. هزینه زیرساخت و مدت زمانی که طول میکشه نتایج آزمایش ها مشخص بشه روی روند مقابله با بیماری تاثیر منفی زیادی میگذاره. توی کشورهای مختلف شرکت ها و حتی اشخاص با هم مسابقه گذاشتند که آزمایش دقیقی برای ویروس کرونا پیدا کنند. اوضاع روز به روز بلکه ساعت به ساعت تغییر میکنه. در حال حاضر امکان آزمایش گستره در کشور نداریم و تلاش بیوقفه‌ای در جریانه که در اسرع وقت این امکان فراهم بشه. در حال مذاکره هستیم که تجهیزات آزمایش موسوم به پادتن رو بخریم که مثل آزمایش بارداری ساده است و نشون میده آیا ویروس در بدنتون بوده یا نه. الان پژوهشگران روی دو جور آزمایش دارن کار میکنند. آزمایش های تشخیصی که نشون میده کی الان ویروس کرونا داره و آزمایش پادتن یا آنتیبادی که پادتن های خون شخص رو میسنجه تا ببینه آیا این ویروس هرگز در بدنش بوده و اگه بوده چه موقع. آزمایش های تشخیصی عمدتاً بر یک فناوری سوارند به اسم PCR که مخفف واکنش زنجیره‌ای پلیمریه. PCR یک شیوه سنجش مولکولی رایجه که ترکیب ژنتیک ویروس رو از نمونه‌ای که از بینی یا گلو برمی‌دارن تشخیص میده. سازمان خوراک و داروی آمریکا یک مجوز اضطراری صادر کرده که دو شرکت با استفاده از این مجوز مشغول آزمایش در آمریکا شدند. یکی از اونها یک شرکت به نام روش که سوئیسیه و از دستگاه‌های کوباس استفاده می‌کنه. دستگاه‌های کوباس الان در خیلی از بیمارستان‌های آمریکا استفاده می‌شن برای اینکه بتونن افراد بیشتری رو آزمایش کنن. اسم شرکت بعدی از ترمو فیشر که از ابزارهای PCR ساخت اپلاید بایو سیستمز استفاده میکنه. ترمو فیشر قرار بود تا اوایل آوریل 5 میلیون کیت آزمایش با این دستگاه ها تولید کنه. اما بحث آزمایش فقط محدود به شرکت های بزرگ نیست. در غرب لندن تعدادی دانشمند و مهندس و میکروب شناس هم مشغول همین کارند. در قالب یک مجموعه منبع باز و توی کانتینری در دهکده اوپن سل. در اوپن سل 70 تا آزمایشگاه و کانتینر هست که روی فناوری های زیستی یا بایوتکنولوژی کار میکنند. از داروهای شخصی و توالیابی دی ان ای گرفته تا الکترونیک زیستی و مواد زیستی. آزمایشگاه مشترک زیستشناسی مولکولی رو تغییر کاربری دادن تا روی توسعه ظرفیت آزمایش کار کنند. در این حال میخوان یک آزمایشگاه سیار هم طراحی کنند که داخل کانتینر باشه و بشه راحت جابجاش کرد. داریم سعی میکنیم از شیوه‌های خودکار استفاده کنیم که سرعت آزمایش رو ببریم بالا. برای اینکه اگه بخواید بخش بزرگی از جمعیت رو آزمایش کنید، میلیون ها کیت آزمایش کووید 19 لازمه. شرکت آمریکایی اوپن ترونز دو دستگاه جابجا کننده مایعات رو به این آزمایشگاه اهدا کرده. این سینی ها 96 نمونه رو یک جا آزمایش میکنند. اینها هم مال آزمایش تشخیص PCRن، شبیه همونها که توی شرکت‌های دیگه دیدیم، ولی اینها اوپن سورس یا منبع بازند و مالک ندارن. اوپن سل اعلام کرده میخواد هزینه آزمایش رو تا حدود 5 یا 10 پوند پایین بیاره. به نظرم در بریتانیا هدف باید این باشه که این تجهیزات آزمایشی وارد نظام درمانی کشور بشه. واحدهای آسیب شناسی موجود در بیمارستان‌ها تقویت بشن. یعنی ما بتونیم بگیم این کیت زیست شناسی مولکولیه که ما درست کردیم و با کارایی بالا در اختیار شماست. دستگاهی که یه نفر که داره اونجا آزمایش میگیره میتونه باهاش همزمان 96 آزمایش بگیره. اگه متولیان این حوزه تاییدش کنند، در تئوری میشه یک آزمایشگاه رو با 3 دستگاه در یک کانتینر را انداخت.
به جز تقویت ظرفیت آزمایشگاه آسیب شناسی بریتانیا، این کانتینرها برای کمک به افرادی که دسترسی به امکانات درمانی ندارند هم خیلی مفیده. فقط بریتانیا نیست که از این امکانات سود میبره، برای کشورهای دیگه هم مفیده. ضمن اینکه بعدها اگه موارد مشابهی رخ بده به درد میخوره، بنابراین یه ارزش دراز مدت هم داره. آزمایش های مبتکرانه دیگه هم داره در بریتانیا ساخته میشه. دانشگاه لستر روی ماسک صورتی کار میکنه که آزمایش انجام میده. بودجه کار رو بنیاد پژوهش های بریتانیا تامین کرده. میخوام با همکاری نظام خدمات درمانی بریتانیا یکی از آزمایش های سل رو تغییر کاربری بدن. روی ماسک نوارهایی با چاپگر سه‌بعدی چاپ کردن که اگه شخص 30 دقیقه ماسک رو به صورت بزنه میشه فهمید در بازدمش ویروس هست یا نه. دانشمندان در دانشگاه آکسفورد هم میگن یک آزمایش با حساسیت بسیار بالا طراحی کردند که جوابش 30 دقیقه‌ای معلوم میشه. این پژوهشگران میگن این آزمایش برخلاف آزمایش‌های دیگه نیاز به دستگاه‌های آنچنانی نداره و میشه به سرعت در مناطق روستایی و دورافتاده اجراش کرد. علاوه بر این میگن حساسیت آزمایش اونقدر بالاست که ویروس رو در مراحل اولیه ابتلا هم تشخیص میده و به همین خاطر میتونه انتقال ویروس رو کند کنه. تشخیص ویروس در مراحل اولیه و در افراد ناقلی که علائم بیماری ندارند میتونه نقطه عطفی در جلوگیری از فراگیری ویروس باشه. هرچه افراد بیشتری در زمان کوتاه‌تری آزمایش بشن، داده‌های بیشتری برای ردیابی دقیق ویروس خواهیم داشت. یکی از مشکلات بخش بزرگی از جامعه در قرنطینه اینه که چطور این دوران رو بگذرونن. طبعاً فناوری نقش مهمی در این حوزه بازی کرده. بعد از چین و چند تا کشور دیگه دنیا، دولت بریتانیا هم از مردم خواست توی خونه بمونن و خودشون رو قرنطینه کنن، به خصوص اگه جزو گروه‌های آسیب پذیر هستند. اما قرنطینه هم مشکلات خودشو داشت، از دسترسی به مایحتاج اولیه گرفته تا سلامت روانی افراد. در این دوران گروه‌های آنلاین متعددی شکل گرفتن که هر کدوم می‌خواستن به نوعی این مشکلات رو حل کنن. مثلا این شبکه همیاری کووید. هر کدوم از این سوزن‌ها یک گروه محلیه که به مردم قرنطینه شده در اون محل کمک می‌کنه. آدم باورش نمیشه، ولی همه اینها چند روزه خلق شدن و در کمتر از یک هفته این حرکت چنان گسترده شد که یک زیرساخت بزرگ داوطلبانه ایجاد کرد. واقعا متعجبم که چقدر سریع رشد کرد. فکر میکنم الان 7-8 هزار نفر در قالب شبکه مشغول باشن و هر محله لندن که برین گروه های واتساپی درست شده و دنبال داوطلب میگردن یا با کسانی که کمک نیاز دارن تماس میگیرن. خلاصه واقعا کم نظیره. قلب تپنده این شبکه بزرگ یک چیز بسیار ساده است: گروه های واتساپی. این گروه ها به جز واتساپ از ابزار همگانی مثل گوگل داکس و گوگل فرومز هم استفاده می کنند و واقعا میشه گفت در یک چشم به هم زدن از هیچی یه شبکه داوطلبی ساختند. این سازماندهی بسیار مهمه، برای اینکه ممکنه بعضیا کار با اینترنت براشون آسون نباشه و نتونن آنلاین کمک بخوان. ساعت 9 صبح توی یکی از مجتمع‌های مسکونی مرکز لندن، اعضای گروه این محله قراره که توی همه واحدها بروشور بندازن. دوران ترسناکیه، ولی فکر میکنم بهترین راه برای گذر از این دوران همبستگیه. چی بهتر از این که در این دوران آدم همسایش رو بشناسه؟ بالاخره همه یه جورایی تو محله هامون گیر افتادیم. به نظرم یه دلیلی که این ماجرا اونقدر سریع پیش رفت اینه که همه به نوعی سردرگمن که باید چی کار کرد و چجوری میشه کمک کرد. فکر میکنم خیلی ها فکر کردن که خب وضع من بد نیست، ولی بقیه که مشکل دارن چی؟ رسانه های اجتماعی هم نکات مثبت داره هم منفی، و این یکی از نکات مثبت بزرگشه که کمک میکنه آنلاین دور هم جمع شیم و در شرایط قرنطینه از دور برنامه بریزیم و به هم دیگه کمک کنیم. به نظرم خیلی مهمه که کسی احساس تنهایی و انزوا نکنه. از این نظر رسانه های اجتماعی مفیده، باعث شده مردم بتونن با حس تنهایی مقابله کنن و کنار هم باشن. اعضای این گروه ها مدام تاکید می کنند که متخصص درمانی نیستند و این شبکه هم خیریه ثبت شده نیست. صرفا یک حرکت خودجوشه با داوطلبانی که می خوان اگه کار کوچیکی ازشون برمیاد برای دیگران بکنند. اما آیا ممکن از این حسن نیت سوء استفاده بشه؟
راستش به نظرم هنوز یکم خطر داره، چون ممکنه کسانی پیام‌های نادرست توی گروه‌ها بفرستن. یه مقداری مشکل داریم، یعنی اخبار جعلی یا اطلاعات غلط فرستاده میشه که خب مضره. البته چیز زیادی از شروع اینجور فعالیت ها نگذشته. معلوم نیست گروه های داوطلب محلی چقدر اثر داشتن یا خواهند داشت. ولی در مجموع اگه نکات ایمنی رعایت بشه، به نظرم اتفاق خوب و خبر عالیه. این هفته سایدواک لبز گوگل پروژه جنجالی شهر هوشمند در تورنتو رو تعطیل کرد. شرکت فیس واش گفته دوربین‌های امنیتیش رو بروز می‌کنه تا هویت مردم رو حتی با ماسک هم تشخیص بده. و ایهنگ شرکت چینی هوانوردی خودران اعلام کرده که می‌خواد هتلی در ارتباط با پهپادهای خودران مسافری بسازه. این شرکت اخیراً چند نمونه پرواز مسافر با پهپادهای بدون خلبان رو به نمایش گذاشت. این هفته جک دورسی مدیرعامل توییتر اعلام کرد کارکنانش میتونن برای همیشه از خونه کار کنن. او گفته در مورد بازگشایی دفاتر توییتر خودش تصمیم خواهد گرفت، ولی این کارکنانن که میتونن تصمیم بگیرن سر کار بیان یا برای همیشه از خونه کار کنن. به کارکنان شرکت‌های مخابراتی بریتانیا گفته شده مواظب پوسترهای ضد 5G که روی تیرهای تلفن چسبونده شدن باشن، چون پشتشون تیغ و سوزن پیدا شده. در پی شایعات دروغ درباره ارتباط 5G با شیوع ویروس کرونا، حملاتی علیه مهندسین دست‌اندرکار این فناوری انجام شده. سنگاپور از ربات برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی استفاده کرده. سپات سگ ربات ساخت بوستون داینامیکس به دوربین و بلندگو مجهز شده تا تراکم جمعیت در یکی از پارک‌های این کشور رو زیر نظر بگیره و به رهگذران در مورد فاصله‌شون با هم هشدار بده. و در آخر، بعد از سالها رصد سیاره مشتری، این هفته با کیفیت ترین تصاویر دیده شده از این سیاره منتشر شد. ستاره شناسان با استفاده از تکنیک لاکی ایمیجینگ تصاویری با نوردهی های مختلف رو با هم ترکیب کردن تا به وضوحی به مراتب بهتر از تصویری برسن که فقط با یک نوردهی گرفته شده. بیش از 1 میلیون کودک در بریتانیا آسم دارن و اخیراً گزارشی منتشر شده که میگه 94% این کودکان هنوز از اسپری آسم درست استفاده نمی کنن. اما ظاهراً یه فناوری جدید پیدا شده که میتونه این مشکل رو حل کنه، یه اپلیکیشن واقعیت افزوده. اینجا دبستان کرافورد در استان سافوکه که مال کلیسای انگلستانه. اینجا مدتی دارن به طور آزمایشی از این اپلیکیشن استفاده میکنن، هم برای بچه‌هایی که آسم دارن و همونایی که ندارن. هدف اپلیکیشن مایسپیرا اینه که یه تجربه کاملا دربرگیرنده بسازن که بچه‌ها از خلالش در مورد آسم و محرکای آسم یاد بگیرن. در این حال استفاده صحیح از اسپری رو هم یاد میگیرن. کل تجربه هول دو اسپری شکل گرفته که هر دو خاصیت درمانی دارن. یکی پیشگیرانه است و اون یکی برای زمانی که حمله آسمی پیش میاد. Hello. I'm here to talk to you about asthma. Someone who has asthma will have symptoms like coughing and wheezing. What we need is a rescue inhaler, otherwise known as a reliever. تجربه جالبی بود. ببینیم چند تا از بچه‌هایی که برای اولین بار از اپلیکیشن استفاده کردن چی فکر می‌کنن. فردی، جازمین و جان. اگه اشتباه نکنم مثل بازی دو نفره است. امروز چی یاد گرفتین؟ این روی هر کدوم از کارت‌ها یه چیزی که اگه اسپری نزنی اتفاق میفته نوشته. مثلا روی این نوشته سرفه. من یاد گرفتم از اسپری چجوری باید استفاده کرد و اسم هر کدوم از اسپری‌ها چیه و چی میشه اگه استفاده نکنی. یکی از مشکلاتی که به خاطر استفاده نادرست از اسپری پیش میاد اینه که رجوع به اورژانس با علائم حاد آسم زیاد میشه، ضمن اینکه عفونت مزمن پیش میاد و البته میتونه به مرگ منجر بشه. به نظرتون این برای کسی که آسم نداره چقدر مفیده؟ به نظر میتونه خیلی مفید باشه. مثلا اگه یه دوست یا یکی تو خونتون حمله آسم داشته باشه و هیچ کس دیگه نباشه، میتونی اسپری رو پیدا کنی و کمکش کنی. تو چی جزمین؟ میدونم که تو آسم داری. به نظرت این چقدر مفید بود؟ It really helps like if you want
برای اینکه یاد بگیری از اسپری چجوری استفاده کنی خیلی مفیده. چون اگه درست استفاده نکنی سینت خراب میشه. یکی از مشکلات بچه ها اینه که وقتی اسپری رو مستقیم میذارن توی دهنشون سری نفس میکشن. اگه شیوه درست استفاده از اسپری رو ندونن مثل این میمونه که توی هوا اسپری بزنن و بعد سعی کنن نفس عمیق بکشن. جان به نظر تو اپلیکیشن چطور بود؟ همون که فردی گفت، هم برای اونا که آسم دارن خوبه، هم برای اونا که ندارن. برای اینکه هر کس ممکنه یه موقع بگیره. اگه الانم نداشته باشی ممکنه بعدم بگیری. مهمترین ویژگی اپلیکیشن تعاملی بودنشه و اینکه مثل بازی میمونه. واقعیت اینه که این روزها بچه‌ها با فناوری یاد میگیرن. کاریش نمیشه کرد. اگه بشه هر بار وقت بیشتری با بچه‌ها داشته باشیم بهتره. ولی اگه نشه هم خودشون توی خونه و محیطی که راحت‌ترن میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن و با هر سرعتی که براشون راحت‌تره یاد بگیرن. اینجوری که هر سه نفر رو تبلتشون میخ شدن، در مورد گیرایی این تجربه چیزی نگم بهتره. چیزی که از این بازی واقعیت افسوده یاد میگیرن ممکنه روزی در یه جایی زندگی نفر رو نجات بده. اینم از گزارش لارا. یادمون باشه که بیماری‌های دیگه هم هستند که نیاز به توجه دارن. پیشتر تو همین برنامه دیدیم که مردم از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن برای سازماندهی و عبور از بحران کرونا. حالا می‌خوام ببینیم که فناوری چطور به مبارزه با فقر و گرسنگی میره. دیوید رید از مومبای گزارشی تهیه کرده درباره اپلیکیشنی که میشه باهاش به فقرای این شهر غذای رایگان رسوند. داباواله های مومبای از 100 سال پیش از اون که موبایل و اپلیکیشن اختراع بشه استاد توزیع غذای بیرون بر بودن. بعضی مدرسه های بیزنس در موردشون مطالعه کردن و حتی فیلم هم دربارشون ساخته شده. و حالا در خط مقدم یک ماجرای دیگن که محورش اپلیکیشنیه برای غذا رسوندن به گرسنگان مومبای. در همین حد هم داستان جالبیه، ولی در مقابل داستان زندگی کسایی که پشت این اپلیکیشنن چیزی نیست. یکیشون نوینه که 8 سال پیش در هنگ کنگ یه تصادف ناجور رانندگی داشته. تصادف کردم و اصلا حتی نفهمیدم تصادف کردم. نوین ماها در کما بود. وقتی به هوش اومد نگاهش به زندگی عوض شده بود. من 5 ماه بیمارستان بودم. انگار دوباره متولد شدم. هی از خودم میپرسیدم به عنوان یه انسان چه کار مفیدی میتونم بکنم. نوین چسبید به یکی از بزرگترین مسائل روزگار ما، نابرابری. میخواست راهی پیدا کنه که اونهایی که بیش از حد دارن به اونهایی که ندارن کمک کنن. اختلاف طبقاتی در شهری مثل مومبای کاملا آشکار و عیانه. چیزی که بدیهی نیست اینه که چطور میشه مازاد موجود رو به کسانی که واقعا نیاز دارن رسوند. نوین رفت سراغ یه نفر دیگه که مثل خودش تا آستانه مرگ رفته بود. دارشان طراح اپلیکیشنه که مبتلا به سرطان بوده. با هم اپلیکیشنی ساختن که میشه باهاش فهمید کجا نیاز هست و بعد کسی رو پیدا کرد که اون نیاز رو رفع کنه. شما داری توی خیابون میری یه نفر رو میبینی که غذا نداره. از او یا از جایی که دیدیش عکس میگیری و مکان رو تگ میکنی و میفرستی توی گروه. یعنی به کاربرای دیگه‌ای که در همون منطقه هستن. نیاز میتونه خوراک، پوشاک، سرپناه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. برچسبی که روی عکس میزنین اطلاعات دیگه‌ای هم داره. مثلا اینکه تو اون محله چه جا یا چیز معروفی هست یا چند نفر در اون آدرس زندگی میکنن. اگر خواستی خودت کمک کنی اون نیاز برطرف میشه. اگر نه مثل داباواله ها یه نفر رو روی اپلیکیشن پیدا میکنی که بخواد کمک کنه. مثلا رستوران شیریگانش امروز نهار زیادی غذا پخته. روی اپلیکیشن گیفت دید اعلام میکنن. یه داباواله میره غذایی رو که در حالت عادی دور ریخته میشد میگیره و میرسونه به یه نیازمند. روی اپلیکیشن میگردن ببینن اون حوالی کی نیازمنده. مانیشا 6 تا بچه داره. میگه معمولا یک وعده بیشتر در روز غذا نمیخورن. بنابراین امروز که یه وعده اضافی دارن خیلی خوشحاله. میگه بچه ها هم که کیف کردن.
برچسب مکان که روی یک نیاز زده شده رو فقط یه نفر دیگه در همون مکان میتونه حذف کنه. بنابراین وقتی اون نیاز رفع شد، علامت حذف میشه. یه جورایی شبیه پوکمون گو میمونه. با این تفاوت که اینجا بازی بخششه. حالت بازی از همون لحظه که یک نیازمند میبینی شروع میشه. اپلیکیشن به کاربرها امتیاز میده و روی اپ معلومه چه کسایی بیشتر از بقیه تگ کردن. یه نوعی مسابقه خیرخواهیه. اسمشو مسابقه نذاریم. بیشتر تشویق مردمه به خاطر کار نیکی که کردن که باعث شه بیشتر از این کارا بکنن و کم کم رواج پیدا کنه. نیکی هم میتونه مصری باشه. اپلیکیشن تازه راه افتاده ولی در همین مدت کوتاه هم هزاران وعده غذا به نیازمندها رسیده. طراحای اپ میخوان کمی تغییرش بدن که امکان امدادرسانی در موقع بحران هم داشته باشه. اگر موفق بشن، تجربهشون از نزدیکی به مرگ ممکنه به بهبود یا حتی نجات زندگی خیلی از هموطنانشون منجر بشه. خب بریم سراغ یک مسئله دیگه. هیچ چیزی به اندازه فیلم Avengers Endgame یا انتقام جویان پایان بازی نمیتونه حواس آدم رو از اخبار بعد دور کنه. ما برای همین رفتیم به سراغ مت ایتکین، سرپرست جلوه‌های بصری این فیلم، تا ببینیم که چطور این نبرد حماسی عظیم رو ساختن. قبل از هر چیزی هشدار بدم که اگر میخواین این فیلم رو ببینید، این گزارش ممکنه که بخشی از داستان رو لو بده، پس این گزارش رو بعدم ببینید. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. کار صحنه آخر فیلم به نوعی تمام جنبه‌های کار جلوه‌های بصری مدرن رو در خودش داشت. شخصیت‌های دیجیتال داشتیم، صحنه‌های عظیم نبرد داشتیم و لشکریان دیجیتال. نبردها در فضای رخ میدن که تقریباً به تمامی دیجیتاله. کلی کار شبیه سازی انجام شده با انفجار و عملیات تخریب و از این چیزا. معمولاً در همه فیلم‌های قهرماندار شبیه سازی میشه. بدل‌های دیجیتال داریم، مثل 47 شخصیت مارول توی صحنه‌های نبرد. خلاصه اینکه فضای محشری بود برای کار کردن. به نظرم یک عامل موفقیت مارول اینه که این صحنه‌های عظیم نبرد رو خلق می‌کنن ولی در این حال در چارچوبی روایت شخصی نگهش می‌دارن. در نتیجه در عین اینکه صحنه‌های عظیم نبرد و تصویرهای حماسی از لشکرها داری، ولی این صحنه‌ها زیاد نیستن. یعنی بیننده زیاد در اینجور صحنه نمیمونه و بلافاصله میره توی دل نبردهای تن به تن. بخشای بزرگی از کار در مراحل اولیه تولید انجام شد ولی بعضی قطعات پازل هم هست که تمیزکاری لازم داره. سکانس کلن توی استودیو فیلم برداری شد. روی صحنه با پرده سبز میگرفتن. ولی بسته به اینکه کار چجوری پیش بره ممکنه صحنه رو توی محیطی که داریم خلق می‌کنیم به کار بگیریم یا نگیریم. گاهی اوقات تنها چیزی که از صحنه میمونه و استفاده می‌کنیم چهره بازیگره. حقیقتش از امکان جایگزینی محیط خوشمون میاد چون دستمون رو باز میذاره که به شکل‌های مختلف نورپردازی کنیم. ترجیحمون اینه که شب‌ها تصویرها رو بذاریم رندر بشن. ولی بعضی از این صحنه‌های بزرگ نبرد هزاران سیاهی لشکر دیجیتال و شبیه‌سازی پیچیده داره. خب این جور صحنه‌ها رندر کردنش اگر زمان‌ها رو جمع بزنی هفته‌ها طول کشیده. البته فقط بعضی از صحنه‌ها. در کل چون امکان رندر کردنمون وسیعه، کار سریع انجام میشه. فشار کار واقعا زیاد بود. این فیلم بالاخره نقطه اوج 22 فیلم دیگه بود و همه نگران بودن که گند نزنی. در نتیجه همه متمرکز بودن روی کار که دینمون رو به این داستان عظیم ادا کنیم. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Cuz I don't know what I'm gonna do if it doesn't. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا یک لیستی به نام کلیک هست که این برنامه و برنامه قبلی اونجا پیدا میشن. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.